در شامگاه اربعین حسینی مرجع قدر حضرت آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مد ذله العالی طی پیامی با اشاره به زیارت میلیونی ابا عبدالله حسین علیه السلام در روز اربعین آثار و ثواب این زیارت و خدمت به این زائران را برشمردند معظم الله در ادامه فرمودند ظالمان و تاغوتیان از روز شهادت امام حسین علیه السلام تا کنون کوشیده اند تا زیارت مقدس حضرت را محدود و من کنند ولی پیوسته در کار خود ناکام مانده اند و امروزه زیارت مقدس عربعین حسینی هر سال بالندگی و فوزونی بیشتری میگیرد و با شکوهتر و گستردهتر برگزار می شود. آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدظ الله العالی به اهداف والای امام حسین علیه السلام در قیام بزرگ و بیبدیل خود برای احیای منش و روش جد و پدر بزرگوارشان اشاره کردند و جهان امروز را نیازمند این روش و منش مبارک و نورانی خواندند و فرمودند همگان در هر موقعیتی باید برای احیای آن دست به کار شوند مرجعیت عظیم و در بخشی دیگر از پیام خود با اشاره به منزلت رفی و درجه عظیم زائران سید و شهدا علیه السلام فرمودند سزاوار است که همگان از ملتها و دولتها برای فراهم آوردن امکانات رفاهی مورد نیاز زایران تلاش فراوان کنند معظم الله ضمن ستودن سخاوت و از خودگذشتگی ملت عراق در تأمین رفاه زایران مسئولیت عمده و اصلی یعنی تأمین وسایل نقلیه و اسکان زاران را متوجه ها و ثروتمندان جهان دانستند. برای قرائت متن کامل پیام معظم الله می توانید به سایت شیوویوز به آدرس شیوویوز نت مراجعه فرمایید.